مرکز جهانی دفاع از حقوق و آزادی ها آدم طی حمله تروریستی به مسیحیان در استان المنیا در جنوب کشور مصر را محکوم و این عمل را اقدامی وحشانه و بزدلانه توصیف کرد به گفته یه منابع محلی مسیحیان مصری که با اتوبوس قصد رسیدن به یکی از کلیساهای عبادی خود را داشتند مورد حمله گروهی مسلح قرار گرفتن که این حمله منجر به کشته شدن بیش از 28 نفر شد که اکثر آنها را زنان و کودکان تشکیل میدادند. در بیانیه مرکز جهانی آدم که نسخه از آن به دست خبرگزاری شیوز رسیده آمده است، رویدادهای تروریستی اخیر در کشورهای اسلامی و عربی بیانگر اوج وحشیگری و خشونت طلبی گروه های تکفیری است که پرورش یافته آموزش هایی هستند که ده ها سال است در مدارس رسمی در برخی کشورها تعلیم و تدریس می شود. این بیانیه افزود مسیحیان آرتودکس در کشور مصر ده درصد جامعه را تشکیل می دهند که سالیان سال است با دیگر اقشار و ادیان مختلف جامعه مصر با خوبی و خوشی زندگی می کنند اما با ظهور گروه های تکفیری با نام های گوناگون اسلامی از امنیت آنها کاسته شده است این مرکز در بیانیه خود برخی مساجد و مدارس اسلامی مصر را پای گذار و مسئول ارتکاب چنین جنایت هایی دانسته که با پول برخی کشورهای عربی و وهابی حمایت و تسلیم می شوند و این مسئله خطری بزرگ برای جامعه مصر محسوب می شود. مرکز جهانی آدم در پایان بیانیه خود از مقامات کشور مصر خواست تا مسئولان این اعمال تروریستی را مورد پیگرد و بازخواست قرار دهند و حامیان و شرکای آنها را در دادگاه محاکمه و ریشکن کنند. گفتنیست یکی از مقامات وزارت کشور مصر در گفتگو با رسانه های خبری اعلام کرد که های مسلح ناشناس سوار بر سه خودروی شاسی بلند اتوبوس حامل مسیحیان ارتودکس را به رگبار بستند که در این حمله 28 تن کشته و 25 نفر دیگر زخمی شدند.